خب قسمت 17 همه تحلیل کتاب. این قسمت رو ما از اینجا شروع میکنیم و میایم پایین تا اینجا. سعی میکنیم سریع تر بریم جلو. تا اینجا اومدیم، این نوشته هم که اینجاست مال جلسه قبله. He retires on a healthy pension. Pension یعنی حقوق بازنشستگی. healthy اینجا به معنی خوبه. on a healthy pension یک حقوق بازنشستگی خوب. retire یعنی بازنشسته شدن. he retires on a healthy pension. او اینجا همون بیل منظورشه، شخصی که توی قسمت قبل صحبت کردیم، بازنشسته میشه با یه حقوق خوب. the house is paid off. لحن منم ببینید، داره تعریف میکنه از بیل. He retires on a healthy pension. The house is paid off. لحنم میره بالا میاد پایین. The house is paid off. He drives a nice car. He eats in fine restaurants. He takes overseas vacations. این لحن رو من باید روی فیلم بیشتر با شما کار کنم تا روی متن کتاب، ولی خواستم اینجا هم یه گریزی بزنم که با خوندن متن میتونید درک مطلب بیشتری داشته باشید. مثلا حالا پایین تر میرسیم به این که این یه دونه جمله رو تکی و به این کوتاهی چرا جدا کرده، چرا یه گپ انداخته، چرا یه پاراگراف دوم بعدی شروع کرده. به خاطر اینکه نتیجه گیری کل متن این بالاست، نتیجه خواسته بگیره. این چیزای ریز یا لحنی که متن رو باش میخونید. on a healthy pension the house is paid off داره تعریف میکنه خونش. house یعنی اون خونه که گرفته، اگه رهنی داشته، وامی داشته، قسط بانکی داشته، هر چی بوده paid off شده، همه رو صاف کرده. اوکی. pay off بودن، آقا is paid off. is یعنی to be، به اضافه قسمت سوم فعل. past participle. pay off یا paid off قسمت سومشه. یعنی میگه خانه قسط هاش پرداخت شده. فعل مجهول آورده. He drives a nice car. یک ماشین خوب. Nice car. یک ماشین خوب داره سوار میشه. Eats in fine restaurants. رستوران خوب میره. ببینید برای pension healthy آورده. یک صفت مثبته. برای رستوران fine استفاده کرده. دوباره یک صفت مثبته. برای car nice استفاده کرده. یک صفت مثبته. Okay. اینا collocation های خوبیه. میتونید توی نوشتارتون استفاده کنید. He takes overseas vacations. Vacation میشه تعطیلات یا همون holiday. Vacation نوع طولانی مدت تر از تعطیلاته. Overseas یعنی اونور آب، اونور مرز. منظور اینه که بیرون از کشور. اوکی. خارجی کشور. Plays some golf. مقداری گلف بازی میکنه که مثلا حالا گلف بازی کردن ورزشه یا حالا تفریح افراد از یه حد مالی به بالاتر توی جامعه جا افتاده، برای همین داره جزء مثالش میاره. خب نقطه گذاشته، میخواد دوباره یه جمله دیگه شروع کنه. What we don't know، چیزی که ما نمیدونیم، is اینه که، ببینید اینجا فاعل ما واته. حالا میخواد بعضی بهش میگن نهاد، فاعل، چه میدونم یا اصطلاحات علمی تر، اصلا کاری ندارم. همون چیزی که تو فارسی ما بهش میگن فاعل، یعنی یه دونه است، مفرده. حتی اگه طولانی ترم بود، یعنی توی حالا بعضی از بعضی دبیرها کل اینو فاعل میدونن، میگن what we don't know کلش فاعله. یعنی وقتی میگیم is میگیم این is، نمیگیم what is. what we don't know یه کلمه است، یه واحده، یک گروه کلمه، یک کلمه که نیست، یک چیزه. بعضی اینجوری میگن، بعضی هم میگن نه این what که فاعله، we don't know ادامه what. حالا در هر صورت ما مفرد در نظر میگیریم. وقتی که فاعل ما what باشه مفرد در نظر میگیریم، is میاد. وقتی که فاعل ما یک جمله طولانی هم باشه باز اونو جمع در نظر نمیگیریم که بخواد اینجا آر بشه، نه باز is میاد. یعنی در هر صورت فاعل ما مفرده. چیزی که ما نمیدونیم is اینه که is اینه that که حالا اینو میخواد اینجا توضیح بده. He's suing، نکنه از اینجا شروع میکنه بدبختیاش رو میگه. He's suing his insurance company. sue
S U E اینجا E بوده آ تبدیل به آی شده S U E بوده سو یعنی شکایت کردم شکایت کردن از کسی میلی دادگاه شکایت میکنید از این نفر آقا فلان کس فلان کار در حق من کرده و حالا من شکایت دارم ازش سو رو میگیم سو سامباری فور سامثینگ حالا من جلوتر میبینید من تو نوشتارم هر جا میخوام بنویسم سامباری یه شکل که آدم میذارم هر جا میخوام بنویسم سامثینگ دونه از این جعبه ها میذارم پاشو میزنم چون خیلی تو تعاریف ما داریم somebody something این زیاده توی خلاصه نویسای خودم اینجوری می‌نویسم همیشه He's suing his insurance company insurance میشه بیمه insurance company میشه شرکت بیمه شرکت بیمه‌شو از شرکت بیمه شکایت کرده He is suing استمراری استفاده کرده ing داریم و is یعنی که در حال شکایت یعنی پروسه در حال انجامه میره میاد وقت میذاره هنوز باید در حال انجام این پروسه ویرگول دوباره یه بدبختی دیگه میخواد از زندگیش بگه The roof is leaking His son دوباره لحن من میبینید He's suing his insurance company The roof is leaking چقدر بدبخته His son is on cocaine چقدر بدبخته And some burglar will have his video recorded by some time tomorrow چقدر بدبخته این چقدر تمه چقدر بدبخته تو لحن من هست تو جمله قبلی توی چند جمله قبلی که خوشیاشو میگفت اونجا هم دوباره تمه این که چقدر خوشبخته توی لحن گفتار هست اگر که این میخواست یک دیالوگی باشه The roof roof میشه سقف سقف خونه منظوره The roof is leaking دوباره حالا استمراری استفاده کرده لیک یعنی چکه کردن چکه میکنه سوراخ شده آب میاد ازش لیک میتونه معانی مختلفی داشته باشه مثلا سوالات کنکور حالا یکی دوتا کنکور اخیر و کرونا و این شرایطش که شد یه سری حرفا بود تو اخبارم پخش شد که آقا سوالات کنکور لو رفته حالا ما نمیدونیم رفته یا نرفته ولی لو رفتن یه چیزیه توی فیلم هم اگه تو فیلم های سینمایی هم دقت کنید میبینید لیک یعنی درز اطلاعات چجوری یه سقف وقتی سوراخ میشه چکه میکنه این چکه کردن هم میتونه آب باشه هم میتونه اطلاعات باشه یا چیزهای دیگه بسته به اون سناریویی که داریم توی ترجمه وقتی که در مورد سقف و چکه کردنه توی ترجمه فارسی خیلی از مترجم میتونن بنویسن که به جای چکی کردن بنویسن نم داده سقف نم داده این هم درسته لیک میتونه گاز هم نشتی گاز هم آب گاز هر چیزی هر گاز هم اگه نشتی داشته باشه باز میگیم لیکی His son پسر سان که میشه پسر اگه اینجا یو باشه میشه خورشید دیگه S-U-N خورشید S-O-N son His son is on cocaine کوکائین مصرف میکنه To be on something یعنی داری یک ماده مخدری مصرف میکنی To be on something Are you on something? Are you high? یعنی یه چیزی مصرف کردی کوکائینی حالا چیزهای مختلفی And some burglar یک دوزد burglar میشه دوزد Some ببینید وقتی بعد از some کلمه میاد که مفرده الان برگلر مفرده سام به معنی ای میشه ای یعنی یه دونه سام در به صورت کلی به معنی بعضی دیگه بعضی چندی برخی تعدادی اینا همه وقتایی که بعد از سام کلمه ای بیاد که جمع باشه مثلا میگید سام بوکس اس جمع داره یعنی برخی کتاب ها بعضی کتاب ها چندین کتاب تعدادی کتاب اوکی ولی وقتی این اس رو برداریم بشه سام بوک یعنی کلمه بعد از سام مفرد بیاد اون موقع سام به معنی ایه انگار اینجا ای بوده ا بوک یه کتابی ولی تاکیدش بیشتره وقتی میگیم ا بوک یعنی یه کتابی اون کتاب ناشناخته است نگفتیم ذ بوک خب ولی وقتی
به جای the ای رو هم نمیگیم، حتی میگیم سامبوک، یعنی حالا یه کتابی، یعنی اصلا نمیدونیم چه کتابی، اصلا مهم نیست چه کتابی، یه کتابی. انقدر ناشناس بودن کتاب رو تاکید داره روش، یا ناشناس بودن کلمه بعدش. اینجا میگه سامبرگلر، یه خری، یه دزدی، هر کی. اینجا مهم نیست که اون دزدی کیه، اینجا مهم حد فلاکت و بدبختی بیله. خب موضوع اصلی اونه. برای همین با آوردن سام داره تاکید رو از روی شخص دزد برمی‌داره، میگه آقا یه خری میاد اصلا دزدی میکنه، اینه که بدبختی داستان است. تمرکز رو بیله. سامبرگلر، یه دزدی، will have his video recorder by this time، تا این موقع، tomorrow، فردا این موقع، این تا فردا این موقع، by اینجا یعنی تا فردا این موقع. اینم یه قالب جالبیه، will have یا will do something by this time، یعنی تا فردا این موقع یا تا هفته دیگه. مثلا میتونست بگه by this time next week، یعنی تا هفته دیگه این موقع. مثلا اگه الان پنجشنبه بعد از ظهره، by this time next week میشه تا هفته بعد پنجشنبه بعد از ظهر. حالا اینجا گفته by this time tomorrow، اگه پنجشنبه بعد از ظهر میشه تا جمعه بعد از ظهر. یعنی که تا فردا بعد از ظهرم آقا دزده میاد و ویدیو ریکوردرش و دستگاه ضبط فیلمش رو چیکار میکنه؟ will have، خواهد داشت، یعنی میاد برمیداره واسه خودش. نقطه گذاشته، یه پاراگراف جدید شروع کرده، فقط یه جمله فسخلی آورده. اینجا یعنی نتیجه گیری کل این متن بالاست. All of us are constantly challenged. اگر یک گویندهی، اگر یک راوی در حقیقت میخواست این متن رو بخونه، مثلا یک سین از یک فیلم سینمایی بود، حالا این جمله میخواست مثلا به عنوان درس عبرت مثلا گفته بشه توسط راوی توی فیلم، وایس اوور اصطلاحا بیاد بگه، اینو با این لحن میگفت، یعنی هر کلمه رو خیلی سنگین بیان میکرد. All of us are constantly challenged. وزن به هر کلمه میداد، چون مثلا میخواد اهمیت اینو بگه. به همین دلیل، حالا که اینجا فیلم نیست نمیتونه با این لحن بیانش کنه، بهش یه پاراگراف جداگونه داده. آه این نتیجه گیری کل این حرف است. All of us، همه ما، are، هستیم، ببین جمع همه ما، یه نفر که نیستیم، خیلی هم دیگه زیادیم، پس جمع میاد، are، is نمیاد، نمیگیم all of us is. چه موقع میتونیم بگیم is؟ ببین حالا من اینم بگم، یه وقت شما نرید تو فاز حفظ گردن، مفهومی درک کنید. All of this apple، is میاد یا are میاد؟ یا حالا اگه بخواییم بگیم all of the apples، is یا are کدومش؟ all of this apple یعنی یه سیب داریم، چی شد؟ مثلا یه سیب، اینم یه برگی، خدا رحم کنه، یه سیب داریم، میگه کل این سیب مال منه. all of this apple مثلا is mine، ما گفتم دیگه is باید بگیم is mine، نمیتونیم بگیم are mine، چون داریم میگیم کل این سیب، این یه دونه سیبه، حالا داره تاکید میکنه میگه کلش، کلش مال منه، is mine. برای وقتی میگیم all of the apples یعنی اصلا یه جعبه داریم توش دیگه سیبا رو نقطه میذاریم، توش کلی سیبه. all of these، همه اینا که دیگه مفرد نیستن الان، جمعا are باید بگیم، are mine، مال منه، are mine، are yours، are hers، هر چیز. اوکی، all of us، همه ما، اینجا مثلا یه جمع، یه جمعیتیه، من، تو، او، ما، شما، فلان، اصغر، حمید، ناهید، فلان، همه ما، پس دیگه جمع این آر. اوکی، حالا شما ممکنه بگی خب وقتی بحث آدمه که هیچ وقت نمیاد بگه all of me. چرا؟ بعضی وقتا تو بعضی از متون فلسفی اینها مثلا میگه چه میگم all of me is، یعنی همه وجود من هست. اوکی، این چیز هم هست، حالا بعضی بهش میگن استثنا، ولی واقعا استثنا نیست، شما مفهومش رو بفهمید میبینی که نه، خب به این دلیل ایز اومده، به این دلیل آر اومده، منطقیه دیگه، این منطقه پشتش رو میتونید درک کنید. all of us، همه ما، آر، هستیم constantly challenged، constant
لی قید دیگه، یعنی به طور پیوسته. لی به طور کانستنت پیوسته، کانستنتلی به طور پیوسته. That's easy. Challenged. We are challenged. چالش صفت یعنی مورد چالش واقع شده، یعنی ما به چالش کشیده میشیم، هممون پیوسته به چالش کشیده میشیم. این معنی این جمله. بریم پایین تر. Another reason life doesn't get simpler. سه نقطه. یعنی حالا بیاین دو صحبت کنیم وجه یک دلیل، یک ریزن دیگه که زندگی life doesn't get simpler. Get simple یعنی ساده شدن. Get simpler ساده تر شدن. Doesn't get simpler یعنی life زندگی ساده تر نمیشه. Another یعنی یکی دیگه. When things get too easy بذاریم ببینم من چیزی جا انداختم برای شما. سو رو که گفتم، sue somebody for something، این something که اینجا بود این میشه علت شکایت. به چه علت شما از کسی شکایت کردی؟ علت اون شکایت رو، مثلا من از همین شکایت کردم به خاطر موضوع فلان، اون موضوع فلان رو اینجا میاریم. I'm suing Hamid for something. Okay. خب بریم. When things get too easy، وقتی things اینجا یعنی اوضاع، زندگی، چیزها، کاروبار، things. Okay. اینو خیلی صحبت کردید. Things اینجور معنی میده. Things get too easy، وقتی زندگی خیلی آسون میشه. Too یعنی بیش از حد آسون میشه. Get easy مثلا اینجا get simple که اینجا گفتیم یعنی آسون شده. We look for more problems. Look for یعنی دنبال چیزی گشتن. More problems مشکلات بیشتر. دوباره اینجا problem اس جمع گرفته به خاطر اینکه قبلش more اومده. More یعنی بیشتر. We say to ourselves. Say هم هر وقت بیاد بعدش باید حرف اضافه to رو داشته باشه. اگه میخوایم حرف اضافه نداشته باشیم میتونیم از tell استفاده کنیم. مثلا بگیم به جای کل این، اینو آشو با جاش برداریم، کلن بگیم we tell ourselves. اوکی؟ ولی اینجا دوست داشته بگی we say. وقتی میگی say رو میگی باید تو هم پشمندش بیاری، نمیتونی نیاری. We say to ourselves، ما به خودمون میگیم، ourselves خودمون، دوباره جمعه رو quote کرده. I can do this with my eyes shut. I need a challenge. میگه من میتونم این کارو حتی با چشمایی بستم انجام بدم. من یک چالش میخوام. I can do this with my eyes، چشمام shut. Shut یعنی بسته. این یک اصطلاحه. Do something with your eyes or my eyes or هر کسی's eyes shut. یعنی با چشم بسته کاری انجام بدن. تو فارسی هم داریم دیگه. عینش رو تو فارسی داریم. مثلا میگیم I can do something with my eyes closed. میتونیم بگیم بسته یا میتونیم بگیم shut. Okay. یعنی که انقدر تجربه دارم که میتونم راحت انجامش بدم. تجربه خیلی زیاد، تجربه انقدر بالاست که دیگه با چشم بستم میتونم انجامش بدم. اوکی. این شاتو که اینجا نوشته خیلی فکر میکنم مثلا جمعنم گذشته یک فعل دیگه بوده که اون فعله براتون آشناس. نه، شات خودش فعله. بله گذشته شات هم میشه شات، ولی خود فعل ساده خام زمان حال ساده شات هم همین جوری نوشته میشه شات. یعنی ما یه شات داریم، یعنی این فعل شکل ساده شات هم همین جوری ها. اینجا یه آف بذارم میشه شات اپ، خفشو. خب اون شات هایی که میگیم همین شات روش استفاده میشه. یه شات دیگه هم داریم، حتی شات رو معانی زیادی داره. خب ولی یه شات به معنی مثلا
شلیک کردن میتونه باشه. شلیک کردن اوکی، اشارم من با تیر زدمش. یا شات میتونه به معنی فرصت باشه، مثلا یه پرتابت بسکتبال، هر پرتاب یعنی یه شات. یا حالا شانس، زندگی، توی زندگی فرصت داشته باشید، چیزای مختلف. یا حالا معانی مختلف که دیگه حالا خودتون استادید. With my eyes shut I need a challenge. من یک چالش نیاز دارم. When life gets too simple، وقتی زندگی دور اینجا زندگی چون مفرده است داریم. When life gets too simple، وقتی زندگی بیش از حد ساده میشه. تو یعنی بیش از حد، یعنی ساده خوبه ها، ولی دیگه وقتی میگه بیش از حد ساده یعنی دیگه از یه حدی گذشته، از یه مرزی که نباید عبور میکرده، عبور کرده. When it gets too simple we start a family. اینجا هم اگه زیر این خط افتاده اینجا علامت تعجب گذاشته که این پوزیشن هم خیلی جذابه، یعنی داره برچسب لیبل منفی میزنه به این قضیه. میگه ما خودمون داریم زندگی خودمون رو کامپلیکیت میکنیم. حالا میریزیم جلوتر، یعنی به عنوان یک مثالی از کامپلیکیت کردن زندگی داره میگه استارت فامیلی، ما یه خانواده شروع میکنیم. When the house is paid off، وقتی قسط خونه پرداخت شده، we buy a bigger one. ما یه خونه بزرگتر میخریم که چی؟ که بدبختی بیشتری واسه خودمون بتراشیم. چرا؟ چون زندگی بیش از حد ساده شده بود. It's not just the war. زنگ رو پاک کنم. خب. میگه چی؟ شما اگه لطف کنی انتخاب بشی ما رفع زحمت میکنیم. امکانش هست؟ اگر که خب مثل این که داستان داریم. خب درست شد. کجا بودیم؟ It's not just the world that complicates our lives. We do. میگه این فقط دنیا نیست، world، که complicate میکنه. اینم پاک کنم. complicate میکنه، پیچیده میکنه، در هم بر هم میکنه زندگیمو. پیچیده کردن است. من میخوام در نخی در هم برم میکشم اینجا. complicate یعنی پیچیده کردن. our lives، زندگی ما رو. We do، ما هم این کار میکنیم، ما خودمون زندگی خودمون رو پیچیده میکنیم. Do به فعل اصلی قبل از خودش برمیگرده. آخرین فعل اصلی قبل از خودش چیه؟ بریم عقب. Lives که فعل نیست، Hours هم که فعل نیست. Complicate این فعله. پس این do دقیقا همون complicate، یعنی اینو بذارین جای این شما، یعنی این جمله رو میشه اینجوری خوند. It's not just the world that complicates our lives. We complicate. Okay. ما این که پیچیده میکنیم. And that's it. اینم قسمت 17. Take care.